یک هواپیمای مسافربری ایرباس 320 شرکت هوایی جرمن وینگز آلمان امروز سه‌شنبه 4 فروردین ماه در جنوب فرانسه سقوط کرد. گفته شده این هواپیما حداقل 142 مسافر، 2 خلبان و 4 خدمه پروازی داشته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته است دسترسی به منطقه‌ای که این هواپیما سقوط کرده بسیار دشوار است. آقای اولاند احتمال داده است که هیچ یک از سرنشینان این هواپیما زنده نمانده باشند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه گفته است وزیر کشور را به محل سقوط هواپیما فرستاده است. ایرباس 320 از بارسلون اسپانیا در حال پرواز به دوسلدورف در آلمان بود. شرکت هواپیمایی جرمن وینگز از جمله شرکت‌هایی است که بلیط‌های ارزان قیمت می‌فروشد و سهام آن متعلق به شرکت لوفتانزا است. در حالی که قرار است از روز پنجشنبه دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا بر سر برنامه اتمی آغاز شود، مقام‌های بین‌المللی بار دیگر از نگرانی‌های خود درباره برنامه اتمی ایران سخن گفتند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 3 فروردین ماه گفت تحقیقات بازرسان آژانس در مورد ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت محدودی داشته، با این حال ایران در راستای اجرای توافق موقت با قدرت‌های بزرگ جهان با آژانس همکاری کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش در مورد احتمال آزمایش‌های انفجاری و فعالیت‌های دیگر ایران که ممکن است برای ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گرفته باشد تحقیق می‌کند. این بازرسی به موازات گفتگوهای ایران با 6 قدرت بزرگ جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی انجام می‌شود. این در حالی است که دیپلمات‌ها در مورد پیشرفت محدود در این مذاکرات تا پیش از توافق نهایی ابراز نگرانی کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است در مورد اجرای موافقت‌نامه بازرسی جامع با ایران همکاری‌های خوبی داشته‌ایم. همچنین در حال اجرای برنامه عمل مشترک هستیم و می‌توانیم بگوییم اجرای آن به خوبی پیش می‌رود. اما در مورد روشن کردن احتمال وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت محدود است و ایران در این زمینه باید بیشتر همکاری کند. آقای آمانو گفته است آژانس هنوز نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده است. بخشی از تحقیقات آژانس معطوف به روشن کردن این نکته است که آیا مواد هسته‌ای از قبیل اورانیوم به جای مصارف صلح‌آمیز در بخش‌های نظامی به کار گرفته شده که هدف آن ساخت بمب اتمی است. در همین حال شب گذشته منتقدان آمریکایی دولت اوباما بر شدت تهدیدهای خود درباره مفاد توافق با ایران افزودند. یک سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه آمریکا میگوید اگر دولت اوباما توافق هسته‌ای با ایران را قبل از تایید کنگره به شورای امنیت سازمان ملل بفرستد، با واکنش شدید کنگره مواجه خواهد شد. سناتور لینسی گراهام روز گذشته طی یک سخنرانی در شورای روابط خارجی گفت اگر چارچوب توافق سیاسی با ایران تا پایان ماه مارس حاصل شود، سنای آمریکا در ماه آوریل لایحه‌ای را به رأی خواهد گذاشت که بر اساس آن هر توافقی نیازمند موافقت قانونگذاران آمریکایی خواهد بود. به پیشبینی کرد که شمار آرای قانونگذاران در مورد توافق هسته‌ای با ایران به اندازه‌ای خواهد بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نتواند آن را وتو کند. قرار است مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بار دیگر در 5 فروردین ماه از سر گرفته شود. ایران خواهان این است که تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه تهران فوراً لغو شود. در این میان دولت اوباما خواستار آن است که کنگره هیچ اقدامی را تا زمان پایان مذاکرات هسته‌ای که برای آخر ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده است انجام ندهد. مقامات واشنگتن همچنین می‌گویند که 5 عضو دائم شورای امنیت در حال مذاکره با ایران هستند تا قطعنامه‌ای با حمایت از هر گونه توافقی در شورای امنیت تصویب شود. آمریکا تعهدات تازه‌ای را برای تأمین امنیت در افغانستان بر عهده گرفته است. تعهدات تازه آمریکا به مقام‌های افغانی که به آمریکا سفر کرده‌اند همزمان با کشتار مسافران یک اتوبوس رخ داده است. مردان مسلح 13 سرنشین یک اتوبوس مسافربری را در ولایت وردک
در جنوب افغانستان کشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی وردک به خبرگزاری فرانسه گفت که مهاجمان مسلح امروز سه‌شنبه در حدود ساعت 1 بامداد به وقت محلی به روی مسافران این اتوبوس آتش گشودند و 13 نفر و از جمله 1 زن را کشتند. قربانیان رهسپار قندهار بودند. محمد علی معاون والی غزنی که در همسایگی وردک قرار دارد نیز این واقعه را تایید کرده و گفته است که مردان مسلح مسافران را 1 به 1 جدا کرده و به سوی هر کدام جداگانه تیراندازی می کردند. مقامات گفتند که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و تحقیقات جریان دارد. ماه گذشته مردان مسلح 30 مرد هزاره را از 1 اتوبوس مسافربری در ولایت زابل پیاده کرده و رو بودند. در همین حال شب گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا متعهد شده است برای توسعه 1 ارتش و نیروی امنیتی 352 هزار نفری در افغانستان بودجه لازم را فراهم کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم گفت که دولت آمریکا از کنگره خواهد خواست بودجه لازم برای رساندن سطح نیروهای امنیتی افغانستان به 352 هزار سرباز تا سال 2017 را تأمین کند. آقای کری در جریان دیدار رئیس جمهوری افغانستان از آمریکا و در کمپ دیوید از برنامه تازه 2 کشور برای توسعه روابطشان بعد از جنگ طولانی مدت در افغانستان خبر داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به همراه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت در اولین روز سفر خود در کمپ دیوید استراحتگاه رئیس جمهوری آمریکا با جان کری وزیر امور خارجه و اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور دیدار کردند. وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو با رهبران افغانستان را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت دیدار آنها از آمریکا نشانه نزدیکتر شدن رابطه 2 کشور بعد از 14 سال فداکاری مشترک است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم در کنفرانس خبری مشترکش با رهبران افغان گفت تعهد آمریکا به همکاری استراتژیک با افغانستان متزلزل نخواهد شد و افزود دولت این کشور به دنبال آن است که تعداد نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان از 352 هزار نفر کمتر نشود. رئیس جمهوری افغانستان هم در این کنفرانس خبری گفت این که چه تعداد از سربازان آمریکایی در افغانستان بمانند در حوزه تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکاست. مأموریت رزمی ناتو در افغانستان در ماه دسامبر گذشته پایان یافت و اکنون نیروهای امنیتی افغانستان خود مسئولیت تأمین امنیت را به عهده دارند. رهبران دولت وحدت ملی افغانستان در واشنگتن هستند تا در مورد تغییر طرح خروج نیروهای باقی مانده آمریکایی از افغانستان با مقامات این کشور صحبت کنند. قرار بود آمریکا تا پایان امسال شمار نیروهای خود را از 10,000 به 5,500 سرباز کاهش بدهد، اما گفته می شود که این برنامه به دلیل درخواست دولت افغانستان و فرماندهان نظامی آمریکا بازنگری خواهد شد. مقامات افغانستان مایل هستند نیروهای آمریکایی مدتی بیشتر در افغانستان بمانند. همزمان و در تحولی دیگر در افغانستان چند هزار شهروند کابلی در اعتراض به کشتن و سوزاندن فرخنده در برابر ساختمان دادگاه عالی تجمع کرده اند. فرخنده 1 زن افغان است که در روز 28 اسفند در مرکز کابل از سوی مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. در روزهای گذشته شهروندان هرات و مزار نیز تجمعات اعتراضی در برابر قتل فرخنده راه اندازی کردند. اخیراً شهروندان اروپایی زیادی تونستن از طریق ترکیه به سوریه برن و به گروه دولت اسلامی بپیوندن. آمار دقیقی البته در این زمینه وجود نداره. برخی گزارش‌ها در این رابطه حکایت از اون داره که حدود 4000 شهروند اروپایی به گروه‌های تروریستی فعال در خاورمیانه از جمله گروه داعش در عراق و سوریه پیوستن. کیلستی رئیس بخش مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا پیشتر اعتراف کرده بود که تلاش کشورهای اروپایی برای جلوگیری از پیوستن شهروندان این کشورها به گروه‌های تروریستی شکست خورده. اکنون مقامات امنیتی در اتحادیه اروپا به شدت نگران تهدیدات بالقوه این افراد هستند، چرا که این افراد بعد از بازگشت از خاورمیانه میتونن کشورهای خودشون رو با تهدیدات بسیار جدی مواجه بکنن.
اما پیامد این مسئله، برخی کشورهای غربی از ترکیه خواستند که کنترل بیشتری بر روی مرزهای خودش داشته باشد. جدا از برحال انتقاداتی که برخی در این رابطه به ترکیه مطرح می‌کردند، عده‌ای حتی عنوان می‌کنند که ترکیه به عمد راه رو برای عبور و مرور نیروهای هوادار داعش باز گذاشته و نسبت به این مسئله چشم پوشی می‌کنه. اما مقامات سیاسی امنیتی ترکیه با رد این اظهارات میگن که اهمال از طرف خود اروپایی ها صورت میگیره. اونا میگن که در حالی که ما سالانه پذیرای حدود 36 میلیون گردشگر خارجی هستیم، ممکن نیست که بر همه مسافران نظارت و کنترل دقیقی داشته باشیم. یا در برخی موارد حتی ترکیه میگه کشورهای اروپایی زمانی اطلاعات این افراد رو در اختیار مقامات امنیتی ما میذارن که مدت زمان زیادی از سفر شهروندانشون به ترکیه گذشته و طبیعتا اونها در طی این مدت تونستن از ترکیه خارج بشن بدون اینکه به موانع امنیتی بر بخورن. از جمله اشاره میشه به سفر اخیر سه شهروند زن بریتانیایی به ترکیه. اما اخیراً روزنامه صباح خبر از تدابیر شدید امنیتی ترکیه در این زمینه داده. این روزنامه که موازی نزدیک به دولت آنکارا داره، در گزارشی نوشته از استانبول راهی به داعش منتهی نخواهد شد. صباح نوشته وظیفه مقابله با هواداران داعش که از کشورهای خودشون خارج و قصد پیوستن به داعش رو دارن به پلیس ترکیه محول شده. این روزنامه در گزارش خودش می نویسه که طی دو هفته اخیر 32 نفر در فرودگاه ترکیه از جمله فرودگاه آتاتورک دستگیر شدند و به کشورهای خودشون بازگردانده شدند. اما با این همه هنوز هستن برخی که معتقدن اگرچه این اقدامات ترکیه لازم هست اما کافی نیست و آنکارا میتونه در این زمینه همکاری و هماهنگی بیشتری رو با کشورهای دیگه داشته باشه تا مسیر عبور نیروهای تقویتی داعش از این کشور به این راحتی ها هم نباشه. وزیر امور خارجه دولت یمن گفته است کشورش خواهان مداخله نظامی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در یمن برای پایان بحران سیاسی در کشور است. ریاض یاسین در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرده است مقامات عدن و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور خواهان مداخله نیروهای سپر جزیره در یمن شدند تا مانع از پیشروی‌های جنبش انصار الله شوند. این مقام یمنی گفته است از شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل و همچنین جامعه بین الملل خواسته شده تا منطقه پرواز ممنوع در یمن اعمال شود. ریاض یاسین تاکید کرده باید از بکارگیری هواپیماهای نظامی در فرودگاهی که جنبش انصارالله کنترل آن را در اختیار دارد ممانعت و ملایت. و همچنین گفته است عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن نماینده این کشور در نشست سران عربی در شهر شرم الشیخ در روزهای 28 و 29 مارس جاری خواهد بود. در همین حال شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در سخنانی در کنفرانس خبری مشترک با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در ریاض تاکید کرد که راه حل در یمن با عقب نشینی انصار الله از نهادهای کشور آغاز می شود. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته است کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مخالف اقدامات رهبران حوثی‌ها هستند و از دولت قانونی به ریاست عبدالرب منصور هادی حمایت می کنند. آقای فیصل اظهار امیدواری کرد که بحران یمن به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود، اما گفت اگر این مسئله رخ ندهد کشورهای منطقه اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد. همزمان فیلیپ هاموند از جامعه بین الملل خواست تا نسبت به رخدادهای یمن بی تفاوت نباشند و با بیان اینکه بریتانیا آماده حمایت از عبدالرب منصور هادی است گفت مذاکراتی در این خصوص با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان است. به گفته آقای هاموند بریتانیا از اوضاع کنونی در یمن نگران است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با سعود الفیصل مسائل منطقه از جمله اوضاع یمن را مورد بررسی قرار داد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد این دو مقام توجه ویژه‌ای را برای حل و فصل بحران یمن بر اساس از سرگیری مذاکرات ملی فراگیر نشان دادند.
پیشتر نیز کشورهای عضو شورای امنیت در نشست فوق‌العاده خود در روز یکشنبه بر حمایت از عبدالرب منصور هادی تاکید کرد. در همین حال محمد البخیتی عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن عصر دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره در واکنش به سخنان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت اگر عربستان یا هر دولت دیگری وارد جنگ با یمن شوند با شجاعت با آن مقابله می‌کنیم. این عضو رهبری جنبش انصار الله گفت مداخله در یمن راه حل نیست و روزنه درگیری ها گسترش خواهد یافت و کشورهای حوزه خلیج فارس بزرگترین بازنده خواهند بود. در هفته های اخیر جمهوری اسلامی ده ها میلیون دلار علاوه بر کمک های نظامی به شورشیان حوثی کمک کرده است و نزدیک به 100 تن از افسران سپاه را برای آموزش و راهنمایی شورشیان به صنعا فرستاده است. آمارهای پراکنده منتشر شده در ایران افزایش مسافرت‌های نوروزی امسال نسبت به سال‌های گذشته را تایید می‌کند. بنابر این آمارها حداقل 10 میلیون ایرانی در روزهای پایانی سال 93 و روزهای نخست سال 94 برای مسافرت استان‌های محل سکونت خود را ترک کردند. همچنین مقام‌های سازمان میراث فرهنگی از افزایش بازدید مردم از بناهای تاریخی ایران خبر دادند. امسال صدا و سیما به دلیل همزمانی با ایام فاطمیه از پخش برنامه‌های سرگرم کننده در رادیو و تلویزیون خودداری کرده است و میزان عزاداری در برنامه‌های تلویزیون افزایش یافته است و به نظر می‌رسد افزایش برنامه‌های دولتی عزاداری در تهران و شهرهای بزرگ با خروج مردم از شهرها همزمان بوده است. بنابر آمار اعلام شده تا پایان اسفند حدود 4 میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی و مشهد سفر کردند. همچنین تا پایان روز دوم فروردین ماه 1394 بیش از 2,300,000 نفر گردشگر وارد استان اصفهان شدند. فریدون اللهیاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفته است بیش از 300,000 نفر گردشگر از بناهای تاریخی استان بازدید کردند. مقام‌های استان گیلان نیز از افزایش 12% مسافران به استان و افزایش اقامت در استان خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها در فاصله 27 تا 29 اسفند ماه سال 93 تعداد 872,596 مسافر وارد استان گیلان شدند. این مقام محلی از افزایش 13% ورودی زمینی و هوایی مسافران نوروزی به گیلان خبر داده و گفته است با افزایش 4.5% اقامت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستیم. با وجود افزایش مسافرت‌ها، هتلداران چندان راضی نیستند. بنابر گزارش‌ها، مردم ترجیح داده‌اند به جای اقامت در هتل‌هایی که با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، در خانه‌های اجاره‌ای به سر ببرند. مصیب امیری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس از افزایش 10% ظرفیت اسکان مسافران نوروزی این استان خبر داد و در عین حال گفت بیش از 1/4 ظرفیت هتل‌های فارس خالی است. این مقام استان فارس گفته است امسال تمایل مردم به استفاده از مکان‌های اسکان ارزان قیمت افزایش یافته است. به گفته این مقام‌ها این امر باعث شده ظرفیت اشغال هتل‌ها پایین بیاید. این در حالی است که پارسال بالغ بر 90% ظرفیت هتل‌های این استان پر بود. آقای امیری همچنین به افزایش 28% بازدید مسافران نوروزی از اماکن تاریخی و گردشگری فارس اشاره کرده و گفته است از 25 اسفند پارسال تا اول فروردین امسال 224,811 نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس بازدید کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 28% دارد.
به گفته وی، حافظیه با 98352 بازدید کننده در رتبه نخست و بعد از آن مجموعه سعدی با 30531 بازدید کننده و تخت جمشید با 29289 بازدید کننده در رتبه های بعدی قرار دارند. نمایندگان مجلس در آمریکا به مصوبه ای رأی دادند که از دولت می‌خواهد کمک‌های تسلیحاتی مرگبار در اختیار کیف قرار دهد تا اوکراین قادر به دفاع خود در برابر آنچه تجاوز روسیه عنوان کرده اند شود. این مصوبه سوم فروردین ماه از رأی گسترده در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار شده است. در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی دولت آمریکا تصمیم گرفت 75 میلیون دلار تجهیزات نظامی غیر مرگبار در اختیار اوکراین بگذارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از کاخ سفید آمریکا گزارش داده بود رئیس جمهوری باراک اوباما همچنان در حال سبک و سنگین کردن موضوع ارسال کمک‌های نظامی مرگبار برای ارتش اوکراین است. که آیا چنین چیزی می‌تواند بحران پیش آمده در آن کشور را بدتر کند یا نه؟ مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصوبه خود خواستار ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین شده است تا به گفته این مجلس کیف را قادر سازد از تمامیت ارضی خود در برابر تجاوز گستاخانه و ممتد فدراسیون روسیه دفاع کند. در این حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که روسیه دولت اوکراین را به نادیده گرفتن توافق آتش بس در شرق اوکراین متهم کرده و از آلمان و فرانسه خواسته است برای پایبند کردن کیف به توافقنامه تلاش بیشتری بکنند. این در حالی است که اوکراین نیز اتهام‌های مشابهی را به شورشیان هوادار روسیه و نیز مسکو در مورد نقض ادامه دار توافق آتش‌بس مینسک زده است. دست کم 6000 نفر در پی بحران در شرق اوکراین کشته شدند. در این حال روسیه شبه جزیره کریمه اوکراین را به خاک خود الحاق کرده است، موضوعی که غرب آن را به رسمیت نمی‌شناسد و غیر قانونی می‌داند.